جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. جناب رجبی، بازداشت این فرد و با در نظر داشت این حکم سنگینی که براش صادر شده چطور میبینید شما؟ درود خدمت شما. خب ببینید، میدونید که موضوع خودروسازی در جمهوری اسلامی یک موضوع امنیتیه. چرا؟ به دلیل اینکه خب مافیاهای داخل قدرت هر کدوم یک قسمتی از منابع و پولهای مملکت رو بهش تسلط دارن. تو قسمت خودروسازی قسمتیه که نیروهای اطلاعاتی خیلی قدرت دارن اینجا. تو خودروسازی ما دو تا عموماً قطعه ساز بزرگ هست، یکیش که کروزه و یکیش که همین گروه اعزامه، که اینها حتی سهام دارن توی ایران خودرو، توی سایپا مسئولین رو اونها مشخص میکنن. این تا خیلی موقع درگیری بین مافیاهای حکومت، حتی درگیری بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأثیر میذاره روی این گروه ها. اما شما ببینید سالیانه حدوداً 1,000,000 خودرو تولید میشه در کشور، که به خاطر اینکه نگذاشتن خودروهای وارداتی بیاد، عموماً رو هر خودرو حدوداً 3,000 تا 4,000 دلار گران فروشی دارن. اینها همه اینها یک مافیاهای خودرو، یعنی قطعه سازی درست شده که برای دستیابی به این منابع مالی بسیار کلان عموماً جنگ‌های بسیار خونینی هم میشه و هر کدوم از اینها به یک کدوم از این نهادهای امنیتی منابع قدرت نزدیکن. مثلا خود همین ایروانی نزدیک به مؤتلفه هست، یا مثلا کروز مال کروز به جای دیگه. اینها یک مقداری میشه گفت این حکم و این بازداشت انقدر سرعت در اعلام حکم زندانی میشه این رو در جنگ بین مافیاهای داخل حکومت دید که این گونه برای حذف رقیب‌های یکدیگر به میدان میان. مسئله بعدی که شما دقت بکنید که همین صحبت‌هایی که الان مثلا تو شکایات اینها میاد، یکی از دلایل اصلی همین بازار خودرو، همین داریم شرایط قطعه‌های چینی که به اسم قطعات اصلی میدن، خیلی ها باعث مرگ‌هایی رو که ما داریم در جاده‌ها امروز می‌بینیم، همه این اتفاقات دست به دست هم داده تا که ما امروز این خلل رو در جامعه ببینیم. ولی موضوعی که دارم مطرح میکنم اینه، بازداشت این فرد به خاطر این نبوده که مثلا شما این قطعه رو ساخته که باعث مرگ مردم شده یا پول مردم رو خورده. نه، اینها درگیری های مافیاهای قدرته که عموماً افراد معروفشون یا اونهایی که به نامشون اصلا قربانی میشن. حالا مثلا یک بار وزارت اطلاعات میاد با اطلاعات سپاه درگیر میشه، یک بار گروه های دیگه. متشکرم از شما جابر رجبی، فعال تحلیلگر سیاسی و حضورتون در برنامه.